بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. نخست تشکر میکنم و سپاسگزارم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز و ریاست محترم و ارجمند آن جناب دکتر کی‌نژاد و همکاران محترمشان که در برپایی این کنفرانس ارجمند ملی مساعی جمیله به خرج دادن و چنین کنفرانسی رو با عنوان معماری عمران شهرسازی و افقهای هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب در حقیقت برپا کرد. انشاءالله که در رسیدن به اهداف این کنفرانس دوستان عزیز موفق و مؤید باشن و همچنین عرض سلام دارم خدمت تمامی حضار و بینندگان و شنوندگان محترم این بحث. لاجرم بر بنیاد عنوانی که در تارک این کنفرانس وجود داره، من محوریت بحثم باید در حول و حوش بیانیه گام دوم انقلاب و جایگاه و نقش هنر و معماری و شهرسازی در اون باشه. بنابر فرصت محدودی که در اختیار من هست، اجازه بدید پیرامون این موضوع من 3-4 نکته بنیادی رو خدمتون عرض بکنم. نکته اول این که اگر کسی به صورت کامل این بیانیه رو قرائت کنه و به ویژه اون پاراگراف اول رو به عنوان ورودیه بنیادین این بیانیه مورد توجه قرار بده، به یک معنای بسیار بنیادی و کلی و جامع در کلیت بیانیه میرسه، به اون مسئله تمدنه، شکل بخشیدن به یک تمدن جدید، ساختن یک تمدن جدید و تشکیل یک تمدن جدید. من بیانیه گام دوم رو در کلیت حاوی این کلید واژه بنیادی میدانم. بیانیه‌ای که داره ترسیم میکنه نوع ورود فرهنگ ما رو به تشکیل و فرم بخشی به یک تمدن جدید. و اتفاقا مسئله فوق‌العاده مهمی که در این عرصه مطرح اون هست که تمدن نسبت به فرهنگ مرحله تثبیت یک ایده و فرهنگ هست. اعتقادات، جهانبینی ها و فرهنگ، آیین ها و فرهنگ در حقیقت وجه نرم افزاری و اندیشه پردازانه هویت یک ملت یا یک جامعه هستند. نقش ایده و آیین و اعتقاد نقش روح بخشی است، نقش هویت بخشی است، نقش ترسیم هندسه ماهوی یک فرهنگ یک جامعه است. اما این فرهنگ از برای بقا که آیت ذاتی همه فرهنگ هاست نیاز به مرحله تثبیت داره، نیاز به مرحله استقرار داره. و ما معمولا در حوزه علوم انسانی به این مرحله تثبیت و استقرار و استحکام پایه‌های فرهنگ تمدن میگیم. فرهنگ نقش تأسیسی داره، تمدن نقش تثبیتی اون تأسیس رو داره.
یه مثالی عرض کنم خدمتتون، اتفاقا دو قلمروی هنر فوق‌العاده جالبه. چرا خط اولیه‌ای که ما در خوشنویسی اسلامی داریم، خط کوفی، بنیاد ظهور فرمال یا فرمیش به صورت در حقیقت خطوط بلند از نظر عمودی و بعد استواری از لحاظ افقی است؟ متفکران هنر معتقدند این تمدن یا این فرهنگ در اون سپید دم یا نوجوانی ظهور خودش، در حالی که به دنبال تحکیم اون پایه های بنیادین خودش هست، نیاز داره که خط به عنوان عالی ترین جلوه ظهوری هنر در تمدن اسلامی که خوشنویسی رو میسازه، دقیقا به این علت که فرم زیبایی شناسانه هویت مطلق این تمدن یعنی قرآنه، سعی در این داره که این رو خیلی استوار، محکم، بلند، بالا و کاملا مستقر و ثابت نشون بده. یعنی از لحاظ فلسفه خط، ظهور خط کوفی به صورت کامل بیانگر ظهور یک تمدن و تلاش این تمدن از برای تثبیت و تحکیم و استحکام و استقرار پایه های تمدنی خودش است. ما در قلمرو حکمت و فلسفه هنر از ظهور فرم ها چنین تفسیر هایی داریم و ادله بسیار هم البته برای اثبات عینی و تاریخی این تصاویر و تفاسیر. بنابراین ما یک حوزه فرهنگ داریم که روح و ماهیت یک جامعه رو تعیین میکنه و اظهار میکنه و یک مرحله تثبیت این هویت رو داریم که دیگه اینجا تمدن ظاهر میشه. بنابراین تمدن وجهش تثبیت ایده و اعتقاد و آینه. حال اگر 40 سال انقلاب ظهور یک ایده و فرهنگ جدید باشه، اینک در 40 سالگی که میدانید عدد کماله در فرهنگ اسلامی و بلکه بسیاری از فرهنگ های جهان، چون این مسئله رو شما در تفکر مثلا یهودی هم دارید، فاتممناها به عشر، یعنی اون 30 با عشر کامل میشه تا موسی به صورت مطلق بتونه تورات رو بگیره. این یه بحث دیگریست، مفصل باید جای دیگر بهش پرداخت. ولی آیات قرآن که من در یک برنامه تلویزیونی برای 40 مفصل روی مسئله نشان شناسی و نماد شناسی عدد 40 بحث کردم، عدد کماله و پیغمبر بزرگ اسلام در 40 سالگی به بعثت برانگیخته میشه تا بنا به این کمال اکمل ادیان رو بیاره. بعد از اون دیگه مرحله تثبیت، یعنی این ایده و اعتقاد توانسته در جهان پر آشوب و پر تلاطم امروز خودش رو حفظ بکنه، این حفظ از یک جوهره ناشی میشه و همان جوهره هم پاسبان بوده، نگهبان بوده. این تعبیر ظریف قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خود منزل ذکریم و پاسبان آن و حافظ آن. لکن در قلمرو بشری این ایده ها باید تبدیل به تمدن بشه تا تثبیت پیدا بکنه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که مهمترین مؤلفه های ظهور یک تمدن از دل فرهنگ، یک امر سخت افزارانه که تثبیتیشت از دل یک نرم افزار که تأسیسیست، هنر و معماریست. اصلا کار هنر و معماری پایدار کردن یک فرهنگ،
تثبیت یک فرهنگ. من این مثال مختصری خدمت شما عزیزان بزن. اگر یک تمدنی بخواهد امروزه بر قدمت خود که نشانه بلوغ آن تمدن است، کمال آن تمدن است، فخر کند و بنازد، آیا مهمترین ادله او برای اثبات این بلوغ و کمال آثار هنری و معماری او نیست؟ مصر چگونه به هندسه مقدس خود با قدمتی بیش از 4500 سال مینازه؟ چون از 4600 سال پیش بنای ثابت استوار قطعی پا بر جایی در اونجا وجود داره به اسم اهرام، قدمتی نزدیک به 4600 سال پیش. هنر و معماری نه تنها برجسته ترین وجوهات یک فرهنگ رو در قلمرو تثبیت از برای آیندگان به یادگار می‌گذارند، بلکه با دمیدن روح زیبایی شناسانه و ایجاد نسبت میان این وجه زیبایی شناسانه با حضرت ذوق، تمایل جوهری و ذاتی ملت‌ها را نسبت به این آثار برمی‌انگیزاند. همچنان که ما در قلمرو فلسفه هندسه میگوییم، هندسه در تمدن و معماری اسلامی، هنر و معماری اسلامی دو ساحت دارد، هم ساختار را تضمین و تأمین میکند، هم زیبایی را. و اینو من تو کتاب قدر مفصل بازش کردم. نظریه قدر دو ساحتی است، هم ساختار را و هم زیبایی را. چرا؟ چون در تمدن اسلامی یه نسبت جوهری و ذاتی میان نظم و زیبایی و هندسه وجود داره. و بعد در قرآن انا خلقناه و کل شیئن به قدر، کل شیئن به قدر، به هندسه آفریدیم و کل شیئن موزون، به توازن آفریدیم. عوض میخوام اینا رو میگم تو کتاب در باب زیبایی نشی دانشگاه تهران باز تفصیلا این رو بحث کرد. بنابراین ما وقتی از نقش تمدنی هنر و معماری صحبت میکنیم، در حقیقت داریم از یک مؤلفه بنیادین در جهت ظهور و صنع و تشکیل یک تمدن صحبت میکنیم. این مؤلفه ها، این مؤلفه عظیم هنر، معماری و شهرسازی، و شهرسازی که اتفاقا یه بحثی در این باب خدمتتون دارم مختصر عرض میکنم، اینها مؤلفه هایی هستند که اون امر نرم افزاری مجرد قابل گذرا رو تبدیل به یک امر ثابت میکنه. تمدن با این تثبیت که شکل میگیره، با این ثبوت و ثباتی که شکل میگیره و فرهنگ تبدیل به تمدن میشه. هنر و معماری برجسته ترین مؤلفه های ظهور فرهنگ به تمدنه. حال چقدر در بیان یک گام دوم میتونه نقش داشته باشه. عرض کردم نه تنها معنا رو تثبیت میکنند، ماندگار میکنند، پایدار میکنند، بلکه به جمالی میآرایند که انسان ها شیفته و تشنه این جماله. فلذا این جمله بسیار مهم که معنا به واسطه هنر ماندگار می شود، جمله ایست مبتنی بر این بنیادهای بسیار جدی نظری و فلسفی. من اجازه بدید یک مثال بزنم خدمتتون، چون می دانید در حوزه حالا این تثبیت یک معنا در قلمرو تمدن باید به دو ویژگی بنیادین توجه بکنیم. یکی اصالت، دوم پویایی. وجه اصالت که بحث تفصیلی داره اینجا جاش نیست، فقط در یک کلمه عرض میکنم، به نحوی بیانگر معنا یا حضور معنا و فرمی که ما در این تمدن سازی ازش استفاده میکنیم مبتنی بر ریشه های بنیادی و اصیل اون فرهنگ.
نه نظرهای افراطی و تفسیر به رأی‌ها. در تمدن یا در تثبیت فرهنگ به تمدن، مسئله اصالت از دیدگاه ما بنیادی است. خیلی جالبه، تو پرانتز عرض بکنم، اهل معنا در قلمرو هنر سنتی وقتی میخواهند هنر سنتی رو تعریف بکنن، میگوین اول و به ذات ریشه وحیانی داره، دوم استمرار داره، بسته نمیشه در یک قطعه زمان، و سوم تجسم داره در سکنات، در رفتارها، در بناها و در فضاهای هنری و معماری. شما همین معنا رو در تبدیل فرهنگ به تمدن باید بنا قرار بدید. او میگوید اصالت در وحیانیت، اینجا در اصالت فرهنگ مذهبی، او فرهنگی که این انقلاب رو ایجاد کرد. یکی اصالت فوق‌العاده مهم و بنیادی است، و دوم بروز بودن، پویا بودن. و بسیار جالبه بدانید این پویایی امر عارض برای سنت نیست، وجه ذاتی اون سنت، العالم به زمانه لا تهجم علیه لرابس، آن که عالم به زمان باشد از دست برد فتن زمان مسئول میماند. و این که امیرالمؤمنین میفرماید، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید هر کس دو روزش مساوی باشد و او مقبول، مقبول یعنی که شما باید دائم در حال پویایی باشید. فقه پویا یعنی چه؟ فقه پویا یعنی که مبانی را به اصالت از قرآن و سنت صحیحه میگیرد و در این حال به زمان میزید، فرزند زمان خیش است. در حوزه هنر و معماری هم باید این دو مسئله رعایت میشه، یعنی یکی اصالت، بازگشت به اون سنت های اصیل، و دوم بروز بودن، پویا بودن، فرم های جدید رو دریافتن و معنا رو در فرم های جدید اظهار کردن. چون دوستان یه نکته بسیار کلیدی رو عرض بکنم، ما در حوزه حقیقت سنت ثبات داریم، در جلوه‌گری این سنت پویایی داریم، فلسفه معنا نداره فرمی که 800 سال پیش استفاده میشد الان استفاده بشه، این پویایی است، وگرنه در بعد زمان میمانیم، در جا میزنیم. حالا اینو جای دیگه باید مفصل بحث کرد، اون اصالت و پویایی ویژگی های ظهور فرهنگ در قلمرو تمدن، در قلمرو هنر و معماری. اما مثالی که چون فرصت کوتاه خیلی دارم بحث رو فشرده و منقبض از من، اما مثالی که میخواستم بزنم که به نحوی بیانگر این هم تبدیل فرهنگ به تمدن، تأسیس و تثبیت، هم مسئله اصالت و پویایی است، این مثال به حوزه شهرسازی، چون شهرسازی رو نگفتم، اینم عرض بکنم خیلی مهم. ما اخیرا در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یکی دو ماه پیش بزرگداشت مرحوم پیر نیا رو داشتیم و همه شما در قلمرو به ویژه شهرسازی و معماری با اسم این استاد محترم آشنا هستید، خدا رحمتش کنه. انشاءالله از جمله کسانی که در کنار معماری نظریه پرداز بود و این فوق‌العاده مهمه. جالب خدمت شما عرض بکنم، من کار داشتم میکردم کارهای ابوالوفا بوزجانی، و بوزجانی میدانید آدم فوق‌العاده مهمی در تاریخ هندسه معماری ماست. کتابی نوشته مال حول و حوش مثلا 380 هجری است، المنازل فی ما یحتاج العمال و صناع الی الهندسه، خلاصه ای از اون تحت عنوان هندسه ایرانی توسط دکتر علیرضا جزمی به فارسی روان و سلیس ترجمه شده، دانشگاه تهران هم چاپ کرده. اتفاقا ایشان بعد از این برنامه نامه ای برای من نوشتن، خیلی تقدیر کردن از این بزرگ داشته پیر نیا که در هست انجمن هستیم. ما 13-14 سال بعد از ساخته شده، بعد از نگارش این کتاب،
یه اثری در معماریمون ظاهر میشه که به یک عبارت مهندسی ترین بنای جهانه، گنبد قابوس. یه فیلم بی بی سی در رابطه با این بنا تهیه کرده، کاش الان میتونستم نشون بدم، تو کلاسام نشون میدم و بحث میکنم، فوق‌العاده است که چگونه اعجاز هندسی ظهور کرد. حالا این نمیخوام بحث بکنم، میخوام این نکته رو بگم که در رابطه با نظریه پردازی و معماری و جمع این دوتا، تو کتاب فکر کنم المنازل جناب پیرنیا، جناب بوزجانی، زمان رو یه لحظه به من نشون دادن من قاطی کردم، جناب بوزجانی یه بحث خیلی جالبی داره، من تو کتاب قدرم آوردم. میگه من متحیرم از زمانه خیش که مهندسان برجسته نظریه نمیدانند، یا مثلا اون کسانی که دستشان در کار است، بنایان، معماران، هندسه رو در قواعد هندسی و نظریه خود نمیدانند، چون قبل از اونها اخوان الصفا گفته بودن ما هندسه معقول داریم، هندسه محسوس داریم. تو کتاب در هندسه خیال زیبایی من مفصل این هندسه معقول و هندسه محسوس رو باز کردم. و بعد یعنی در حقیقت اون عاملان هندسه نمیدانن، هندسه دانان عمل نمیدانن. گله میکنه در قرن چهارم که چرا بین این دوتا ارتباط بسیار برجسته وجود نداره. خیلی مهمه. مرحوم پیرنیا این خلأ رو پر کرده، نظریه پردازی معمار، معماری نظریه. یه بحثی داره ایشون در باب روم، میدانید من مقدمه این کتاب بزرگ داشته ایشان تفصیلا اینو بحث کردم، روزنامه اطلاعات هم چاپ کردیم مقاله رو. من روم رو بحث کردم. شما وقتی میگید بیرون یعنی چی؟ یعنی جایی که فاقد شأنیت مکانی است. و میدانید تو معماری ما بین پلیس و اسپیس تفاوت قائلیم، بین مکان و فضا ما تفاوت قائلیم. فضا میتونه فرم باشه و کارآمدی، مکان فضاست، مکان کارآمدیه، فرمه و در این حال احساسه. یعنی انسان یکی از سه رأس اصلی تعریف مکان هست، حضور داره. خدمتتون عرض کنم که شما وقتی میگید بیرون یعنی جای فاقد روم، جای فاقد روم یعنی فاقد جهت، فاقد شأنیت مکانی. یعنی کلمه بیرونی که به کار میبریم اینه قصه. مثلا مار و بیمار هست، مار نماد سلامتی است، بیمار یعنی کسی که فاقد سلامتی. شما متون قرن سوم چهارم رو بخونید، مارستان یعنی شفاخانه، ایجابی میگفتن جایی که شفا میده. الان سلبی میگیم بیمارستان یا بیمار، اونی که شفا نداره. به همین دلیل تو تمامی جهان، اکثر جای جهان، نماد نظام پزشکی دو تا ماره، بیمار، بیرون، فاقد روم. حالا روم چیه؟ من تو مقالم بحث مفصلی دارم، مال مفصل اتیمولوژی کلمه روم رو تو اوستا در آوردم و پهلوی. رود از همینه. روم در قلمرو اتیمولوژی کال زبان اوستایی و پهلوی دقیقاً دو معنای جوهری داره، یکی حرکت، دو جهت. به همین دلیل رود از روم ساخته میشه، چون آب متحرکی است که یک جهتی داره. حالا داستانش اونجا مفصل بگذاریم، چون میخوام بحثم خاتم بدم نتیجه بگیرم. مرحوم پیرنیا محتمل متأثر از این واژه شناسی آمده گفته ما در معماری و شهرسازی خودمون سه تا روم داریم، روم راسته داریم، قبله، اصفهانی داریم و کرمانی داریم، که توی شش ضلعی تعریف میشه دیگه. معماران و شهرسازان استاد این حرف هست. حالا کلیت ماجرا چیه؟ ایشان میفرماید که در ساخت بناها و شهرها روم باید رعایت بشه. یعنی در قلمرو در جهتی قرار بگیره بنا و شهر،
که بتونه از دو عنصر ذاتی که در جانمایه رون وجود داره استفاده بکنه، یکی جهت باد، یکی جهت نور خورشید. تهران میدونید بیرونه، چون فاقد این جهت بندی است، به همین دلیل بحران آلودگی هوا داره. این امر تمدنی است. ریشه اصالتش کجاست؟ آیات قرآن. من تو مقاله نشون دادم، مقالش هست، گفتم رون رو به ای کاش اگر مرحوم پیر نیاز زنده بود این مقاله رو بهش میدادم، میگفتم جناب استاد میتونستید از این هم استفاده بکنید، چون قرآن رون رو تعریف کرده تو داستان اصحاب کهف. آیات چه بردم الان دیگه برای برنامه دیگه، آیات الان تو سوره کهفه دیگه نیوردم اینجا. قرآن میفرماید چطور 300 سال بدن زنده میمونه؟ چون میدونید معجزه در جوهر خودش باید قابل تعلیل به زبان علم باشه. درسته که امر خارق العاده است، ولی یک زمانی ریشاش کشف میشه. چطور این ابدان زنده مانده؟ قرآن به دو مسئله اشاره میکنه، یکی جهت هوا و دوم تابش آفتاب. فوق العاده است. این اون اصالت است که عرض کرد و بعد به روز بودن. شما تصور کنید بناها به گونه‌ای ساخته بشه که مثلا ما دو تا پنجره رو باز میکنیم یه جریان هوایی در داخل بنا. الان خب ما شاهدش این دیگه، ببسید خودم تو منزل خودم من بتونم این رو داشت. ولی اصلا چیزی که توجه نمیشه همینه. فلذا میلیاردها داریم خرج انرژی میکنیم در حالی که میتونیم از انرژی طبیعی است. این روم هست در حوزه شهرسازی و میماری. بیش از این مزاحم نشم، فقط خواستم عرض بکنم جایگاه هنر و تمدن در قلمرو بیانیه دوم هنر و معماری از لحاظ تمدنی در این بیانیه فوق‌العاده بود. امیدوارم خارج از شعار و شعارهایی که وجود داره در این قلمرو توجه جدی صورت بگیره. من مختصر نکاتی رو عرض کردم ولی پرونده بازه و در باب آن بسیار بیشتر از این میشود سخن گفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و سلام.